سلام دوستان، خوش اومدید به سری جدید تست ترفندهای تیک تاک با یه سری ترفند هیجان انگیز و باحال. ترفند اولمون هم یه جورایی میتونیم بهش بگیم فیلتر عکاسی. میخوایم با چسب و ماژیک فیلتر درست بکنیم، البته اگه بشه با تجربه تلخ ویدیوی گذشته که لینکشو براتون میذارم بالا برید حتما ببینید. میخوایم این ترفند ما هم تست بکنیم. قبل از اون بریم ویدیوی تست شدهشو ببینیم. ما هم بچه همونطور که توی ویدیو دیدید روی دوربین اومد چسب زد، ما هم چسب میزنیم، بعد اومد نصف یکیشو رنگ کرد، ما میایم نصف اینجاشو مثلا رنگ میکنه، بعد اومد یه چسب دیگه زد بدین صورت و اومد نصف بالایی هم رنگ کرد و میگفتش که توی تصویر ما افکت میبینیم. حالا میخوایم توی دوربینمون تست بکنیم. بریم توی دوربین عکاسی. پرهام بیا از این برم. چه خوب شد. بیا از این بر دیگه، بیا پشت میز دیگه، بیا پشت میز. آقا بریم روی بزنیم روی دستمال سفید تست بکنیم تا شما این زیبایی رو ببینیم. داری؟ بیا روی لپتاپ. روی لپتاپ دست روی روموس یه عکس بگیر. روموس چرا؟ خب ساعتت هم بیفته قشنگ میشه. آها بچه درسته، درسته. چقدر زیبا. میخوای بری اون بر منو بگیری که زوم تو صورت من نباشی؟ بچه این ترفند هیجان انگیز درسته و کاملا جواب داد. اینجا نشون میده بهمون، یعنی ترکیب سبز و قرمز و ما کامل اینجا داریم. بسیار هیجان انگیزه، دوستش دارم، خیلی زیاد دوستش دارم. میتونیم بگیم که این ترفند درسته و بریم سراغ ترفند. ای وای، نون توستمو رو گذاشتیم تو توستر سوخت. حالا چیکار بکنیم؟ بریم سراغ یه ترفند که بهمون یاد میده چطوری سوختگی‌های نون توستو برطرف کنیم. ویدیوشو با هم ببینیم. یه تست ریز هم ما با هم دیگه میریم. خب همونطور که توی ویدیو دیدیم نونا رو این سنباده اینجوری بکشید به هم. فعلا که هیچ اتفاقی نیفتاده. نون 2 سانتی میکنید نیم میل میخواییم بگیم که ترفندی درسته ولی درست نیست، جواب نمیده. این یه سوختگی سطحی بود. این سوختگیش برطرفی فایده نداره دیگه، نمیشه خوب، اینا دستمالی میشه خود شد. باید بکشین کن. نشد بچه هم این ترفندمون فیک، جواب نداد. قشنگ کیسه بکشته. ببین بچه یه جوری جواب میده ها، خیلی ریز بود، ولی به جای این کار به نظرم برید یه نون سنگک تازه بخرید. قشنگ با نون سنگک صبحانتون رو بخورید. بعد بگم که این ترفند فیکه و جواب نداد. اگر شما تست کردید و جواب داد ویدیوشو بگیرید، توی اینستاگرام استوری بکنید، منو تگ بکنید، استوری تو کنم که ببینیم که آیا واقعا این ترفند درسته یا غلطه. پس شما ها این ترفند رو تست بکنید. از نظر من این ترفند فیکه و جواب نمیده. بریم سراغ ترفند بعدی. بچه یه ترفند کاربردی براتون آوردم این سری. یه وقتی پیش میاد که مثلا وارمه رو بخواییم ته یه چی میگم بهش؟ یه ظرف شیشه یه دونه لالا هستش توی شم دنیا، توی اون بندازیم برای شیشهش برداشته نمیشه و ته لیوان یا ته اون ظرف شیشه مونه. میخواییم به واسطه یه ترفند باحال بدون که شم رو روشن کنیم، شم و ته اون ظرفمون به واسطه یه فندک و فوی روشن بکنیم. بریم ویدیوی تست شدهشو ببینیم. ما هم تلاش میکنیم اونو بسازیم که ببینیم آیا جواب میده یا نمیده.
همونطور که توی ویدیو دیدیم یه دونه از این سیخ چوبیا گذاشته بود، فویلو پیچید دورش که در واقع یه دونه واسط درست کنه. من این فویلو میبرم که بتونیم تست بکنیم. خیلی دیگه طولش دراز میشه. یه تست ریز بگیریم و بعد اینو دور این لوله کنیم و بعد اینو بکشیم بیرون. لوله شدن این که انجام شد، حالا باید بندازیم سر قسمت گاز فندک. این شما چون نمیبینید، خودم اینجا میبینم انجام میدم، شما نتیجه رو دیگه رویت بکنید. کنم تقریبا نشست، فول رفت تو فندک. فویله توش گیر کرد. فندک رو داغون کردی؟ خب بهتر باز شد دورش. الان با همینی که باز شده تست میکنیم. آقا اینو کامل میندازیم اینجا. چه کاری اینه در بیاری دقیقه دیگه. میندازیم اینجا. اینو باید گردیم که گازش بیاد بالا. گازش داره میاد بالا، من صداشو میشنوم. بیشتر نگرد گازش بیاد قشن بالا. اوه چه شد خاموش نشد. آفرین. بله تا میتونیم بگیم که این ترفندمون درسته و تونستیم به واسطه یه فویل و یه فندکی که داغون شده یه دونه شمع یا یک وارمر رو ته لیوان روشن بکنیم، با وجود اینکه دسترسی نداشتیم که با فندک روشنش بکنیم. پس میتونیم بگیم که این ترفند درسته و بریم سراغ ترفند هیجان انگیز بعد. قبل اینکه بریم سراغ ترفند آخر، یه بار دیگه میخوایم اون ترفند کبریت موشکی رو با هم تست بکنیم. اون سری ایرادی که داشت کارمایی بود که آقا فویلمون نازک نبود و خود همون وزن اون فویل در واقع سنگین قطعا جلوگیری میکرد از حرکت موشکمون. تست میکنیم با این، اینو میندازیم اینجا. یه ویدیوشو نمیذارم دیگه، لینک ویدیو رو میذارم براتون این بالا، برید خودتون ببینید. اینو گذاشتیم اینجا، از اینجا میپیچیمش. خب این آزادیش که آزاده، از بالا کامل میپیچیمش. خب این میشه سر کبریتمون. خب اینم حدودا پایینش هم آزاده. خب این هم کبریتره که یادتونه پارش کردیم و یه بار دیگه میذاریم اینجا و تست میکنیم که آیا جواب میده. خیلی رو به اون بر بگیریم، انجاشو درست میکنه. لحظه پرتاب موشک ذوالفقار 22. آها حداقل یه تکون خورد، کم کم اومد، حداقل یه تکونی خورد. اگه موافق باشید یه تست ریز دیگه بریم ببینیم جواب میده یا نه. این آزاده، اینم آزاد. آزاد یعنی دیگه شل 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 شل. هیچ نشد بچه، اصلا قسمت نیست با بتونیم این کبریت رو انجام بدیم. بریم سراغ ترفند آخرمون، اونم با کبریت، اون خیلی بامزه است. آقا ترفند آخرمون مستش گوشم جادوگری، خیلی بانمکه. بچه این ویدیوش متاسفانه ویدیوش رو کپی رایت داره، من نمیتونم بذارم، ولی توضیح میدم بهتون. این محل آتش‌زنه کبریت رو روی یه شیر آب که در واقع بحث خونکیش مطرحه، روی اونجا میذاره و این آتیش میزنه. زردی که از این روی شیر آب میمونه، وقتی دست میکشیم بهش میمانیم و هم دیگه اتفاقی که میفته باعث میشه دستمون یه دودی بلند بشه و یه مقدار بامزه است. بریم هم دیگه تست بکنیم ببینیم دقیقا قراره چه اتفاقی میفته. آقا اینو چیز میکنیم، اینو باید وال کنیم که خونک بشه. اگر این صدای آبی که میاد میشنوید سیفون این خراب ده. اینه صدای چشمه میاد، صدای چشمه میاد. میدونی اینجا این اتفاق میفته یا نمیفته؟ اسوز
خب یه زردی دارم. چیزی میبینی؟ نمیاد. یه چیزایی انگار بلند شد. جدی؟ باور کن. چیزی رودخونه میاد. بندک آتیش گرفت. بندک روشن موند. آتیش خود بندک. تست رو بگیریم. اومد. ساعت جواله است. خب خدا رو شو. این باز زمان میده دیگه. خوش نه اه؟ بله خوشم بیاد. وقتی خوشم بیاد میشه. یه شیشه اینو درست کنی. یه دستت بشه. چه خب بکنی توش بمون. خب بچه ها این ترپن درسته تو همون بریم بیرون. بچه هم میتونیم بگیم ترفندم درست میگه که من تش ورداشتم دیگه نیست دیگه نمیاد دیگه تموم شد و باید بگیم که این ترفندمونم درست بود و خیلی هیجان انگیز بود. درسته آقا آمد خیلی با حال دوست داشتنی بود و از همه تو ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. خیلی زیاد دوستتون دارم. اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردی لایک کن. به خدا یه دکمه است. یه دکمه بزن آ تموم لایک انجام میشه. اگر هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و یه کامنت پر انرژی به من بدید. خیلی زیاد دوستتون دارم. عاشقتونم. از راه دور میماچمتون. خدا نگهدار.